بسم الله الرحمن الرحیم. بس که تصویر امروز جالب نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعتی را که در خدمتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین رهنمود رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند جل جلاله و امن والو امروز فکر کنم جلسه هشتم را میگذرانیم روی آیه شریفه 31 از سوره یونس علیه و نبینا صلات و السلام. خداوند را شاکرم که از میان این همه بلندگوهای کفر و شرک و بدعت و زلالت و خرافه و بددینی و بیدینی
به ما و شما توفیق داده که در محضر کتابش باشیم، بر گرد کتابش حلقه بزنیم تا از راهنمایی هایش، از ارشاداتش، از نورش، از توجیهاتش قلب و فکر و خانواده و دنیا و آخرت خود را روشن کنیم. و کسانی که ما را مهمان خود قرار دادن، خداوند خانه هایشون را با چنین پیوزی مبارک بگرداند و از ظلمت شرک و کفر و بدعت و زلالت دور نگه دارد. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین رهنمود رهنمود نبوی. تلاوت آیه را بشنویم، بعد از اون تفسیرش را انشاءالله. گویا که اینترنت مشکلی داره در تلاوتش. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. بگو که کی به شما رزق روزی میدهد از آسمان و زمین، یا اینکه مالک چشم ها و گوش ها کیه؟ زنده را کی از مرده و مرده را کی از زنده بیرون میاره؟ و صاحب امر کیست که تدبیر امر میکند؟ فسیقولون الله، میگویند که خداوند. پس به شما بگو که آیا پرهیزکار نمی شوید؟ وقتی شما به همه اینها اعتقاد دارید، پس چرا پرهیزکاری رو پیشه نمی کنید؟ در این آیات و آیات بعد خداوند متعال سوالی رو از مشرکی می کنه، سوالهایی رو که همون میدونه که همون جوابی رو که خودش میخواد از دهانشون میاد. اول از شما میپرسه که مالک آسمان و زمین کیه؟ صاحب امر کیه؟ مدبر هستی کیه؟ مشرکان اولیه که مشرکان ساده بودن در مقابل ابو جهل و ابو لهب، در مقابل خمینی، سیستانی، خامنه‌ای، خویی، در مقابل امام تراشان امروز، شرکشون شرک بسیط و ساده بود. اونا اقرار میکردند که خداونده. یعنی چی؟ یعنی که مشرکین خالق و مدبری، مشرکین اول خالق و مالک و روزی دهنده و مدبری غیر از خداوند هستی قائل نبودند. لیکن مشکلشون در کجا بود؟ در اینجا بود که در حوائج خود، در نیازهای خود، در دعاهای خود به بت‌های مراجعه می‌کردند که از که این بت‌ها نمود سمبل بزرگان بود، درست مثل قبرهای بت شده امروز. برشون کرنش می‌کردند، همچون که آیت الله برقی همیشه و همیشه تکرار می‌کنه، مثل بسیاری از شیعیان که قائل به خدا هستند، یا حتی غیر شیعیان، لیکن بندگان صالح خدا را در هوایج خودشون میکنند که آقا ما اینا رو واسطه قرار میدیم، براشون کرنش میکنند، سینه میزنند، زنجیر میزنند. لیکن این افراد بدتر از بت‌پرستان قدیمند، برکه اینها امروز بندگان صالح و
عمرای هستی میدونن، دستن در کار خلقت میدونن، اونایی چونی نبودن. این یه مطلب. اینکه کافران در گذشته امروز هم کافران، بسیار از کافران قریب اتفاقشون قائلن که امور هستی دست خداونده، لیکن قرآن مزاحمتشون میکنه. چرا؟ بلکه شما خب وقتی امور دست خداونده، شما چرا به غیر خداوند خاضع میشید؟ خضوعی را که طاعت، خضوع، فرمانبرداری، اینا که مخصوص خداونده، چرا از دیگران میکنید؟ بعد از اینکه راجب حشر و قیامت حرف زد رایت سابق، که همه دعواها و ادعاها و اباطیلشون پوچ خواهد شد و برشون ظاهر میشه که مولای اصلی، مهیمن اصلی، سرپرست و متسلط در چنین روزی برای همه خداونده. ولی اینجا دوباره بازشون میگردونه قرآن به زندگی خودشون، در جایی که زندگی میکنه در این دنیا، به جسم خودشون، به نفس خودشون، به مشاهدی که هر روز میبینند، مناظری که هر روز میبینند در زندگیشون، بلکه به اعتراف خودشون، اینکه خودشون هم به امر خدا خلق شدن، خودشون مخلوقات خدا هستند. ورثا مشرکان عرب، مشرکان قدیم که نسبت به مشرکان امروز مدعیان تشیع و بعضا تصوف مشرکان ساده ای بودند، وجود خدا را منکر نبودند. اینکه خالق خداوند، رازق خداوند، مدبر خداوند، برعکس مشرکان امام تراش و قبل پرست امروز که با ادعای تشیع و بعضا تصوف امام و غوث و قطب و پیر و پاتال و قلندر و همه اینا رو همه کاره میدونن. وقتی شما بیاید خداشناسی دعوتشون میکنید که شما وهابی هستید. لیکن اون مشرکان قدیم چی کار میکردن؟ شرکا رو واسط قرار میدادن و شفیع قرار میدن که ما رو به خدا نزدیک کنه، بر پیش خداوند بر ما شفاعت کنه. یا این، یا بعضا فکر میکردند که اینا در پهلوی خداوند قدرتی دارند، درست مثل مشکان امروزی. ورز قرآن اینها رو با همون اعتقادی که داشتن، با اعتقاد خودشون، میاد باشون گفتگو میکنه تا اینکه هم اعتقادشون درست کنه، همی که منطق فطری رو که هر انسانی داره فهمشون و منطقشون رو بیدار کنه، بسیار یک تلنگری باشه، تا اینکه این خلط مبحثی رو کردن، این زلالتی که درش افتادن، ازش دست بکشن. قل من یرزقکم من السماء والارض، کیست که شما را از آسمان و زمین روزی میده؟ از بارانی که زمین رو زنده میکنه، محصولات میاد بیرون، از غذاهای زمین، از نباتات، از پرندگان، از ماهی ها، از حیوانات و هر آنچه از رزق در زمین دست رو میاد، از گوسفندان، از چارپایان. طبعا این چیزی بود که از رزق در گذشته میدونستن، رزق آسمان و زمین، این چیزها رو میدونستن، در صورت که رزق خیلی وسیع تر از اینه. خداوند همچنان به بشر توفیق میده به هر اندازه که به قوانین هستی، به قوانین مادی هستی پی ببرند، رزق جدیدی در آسمان و زمین پیدا میکنند. لیکن این رزق جدید و گاهی در راه خیر و گاهی در راه شر، بر حسب اعتقاداتشون، بر حسب بشر رو میگم، بر حسب اینکه تا چه حد به حق نزدیک باشند و دور باشند استفاده میکنند. در صورتی که همه اینها رزقی است که خداوند بر انسان در آسمان ها و زمین مسخر کرده،
در سطح زمین، در جوف زمین، در بطن زمین، همه رزق ها هست. در سطح زمین رزق های متعدد، در اعماق زمین رزق های متعدد، در اشعه شمس رزق، در نور خورشید رزق، حتی در عفونت ها و اشغال های زمین هم کشف شده که دوا درست میکنند، ادویه درست میکنند برای شفای انسان ها. یعنی هیچ چیز رو خداوند همجوری خلق نکرده. اما یملک السمع والابصار، مالک گوش ها و چشماتون کیه؟ که بهش قدرت میده که وظیفهش رو انجام بده، یا این قدرت ازش میگیره، یا نصف نصفه، یا مریضش میکنه و سابقا اینو میفهمیدن اون که مالک سما بسره، و بر حسب فهمشون این سوال رو برشون مطرح میکنه. لیکن بشر امروز پیشرفته تر شده در این موردها، از که طبیعت سمع و بصر، طبیعت چشم و گوش، چه با چشم تا تلسکوپ، با گوش تا میکروفون ها، تا خیلی چیزا رو کشف کرده. از دقایق صنع خداوند در این دو عضو بدن، چشم و گوش، هر روز کشفیات جدیدی میشه. ترکیب چشم، اعصابش، این که چطوری مرئیات رو درک میکنه، یا ترکیب گوش، اجزایش، پاراهاش، این که چطوری موجها رو درک میکنه. وقتی اینها رو شما با اون چی که بشر کشف کرده، با وسایل دقیق کشف کرده که در جهان جدید از معجزات علم جدیده، وقت با این حال شما وقتی چشم و گوش با اینا مقایسه میکنید، کله آدم گیج میخوره که بعضی از این آیات رو به اصطلاح در جلسات گذشته ذکر کردم، در چشم، در گوش. لیکن مردم اون چرا که انسان ها کشف میکنن در حیرت میفتند، لیکن راجع به اون چی که خدا بهشون داده که بسیار بسیار دقیقه، دقیق تر اصلا قابل مقایسه با کشفیات بشر نیست، و همچنان به سادگی از کنارش رد میشن. بدایی که خدا من در جسم انسان ایجاد کرده، در نفس انسان ایجاد کرده، اینا رو نمیبینن. چرا؟ چون عادت کرده هن. کیه که به انسان یک حافظه بصری داده؟ مسموعات یک حافظه داره، دیدنی ها یک حافظه داره. یه چیزی رو میبینه میگه ای این منظر رو من سالها قبل دیدم، این صورتی شخص رو میبینه میگه ای این شخص رو من میبینم، تو فلانجا دیدمش، این کتاب رو خوندم، این بچه رو با پدرش چند سال پیش دیدم. خب این حافظه رو که بهت داده؟ آیا چون این ذاتی که این حافظه دقیق رو بهت داده شایسته عباداته، یا شایسته عبادات مردگانی هستند که زیر زمین خودشون محتاج به دعای شما هستند؟ آیا چون این خداوندی شایستگی طاعت داره، عبادت داره، محبت داره، یا به بت‌هایی که به نام امام و پیر و پاتال و قلندر و این و آن براتون درست کردن، آیا به چنین خدای شرک ورزیدن بزرگترین گناه نیست؟ پس ای شیعه محترم، ای صوفی محترم، ای مسیح پرست محترم، ای بشر پرستان محترم، بیدار شوید.
از این خواب گران بیایید بیرون. و من یخرج الحی من المیت، کیست که زنده رو از مرده میاره بیرون؟ این چند تا معنی میتونه داشته باشه. معنی اول، بر حسب تفکر ابتدایی انسان بخصوص در قدیم، هر چیز ساکنی میته. تخم مرغ فکر میکنم میته مثلا، ولی بهش نگاه کنید، یه سفیده داره یه زرده داره. آخه معقوله تخم مرغ بشکن ببین داخلش چیه؟ یه سفیده و یه زرده، هر روزم ممکنه بخوریمش. این به جوجه تبدیل بشه چطور؟ جوجه یک چشم داره، گوش داره، بو داره، دهن داره، زبان داره، مری داره. بله. و معده داره، قلب داره، کبد داره، دو تا کلیه داره، عضلات داره. این جوجه هم استخوان داره، اعصاب داره. کی اینا رو خلق کرده؟ صاحب امر و ولایت مطلقه چون این خدایی است، یا اینکه این صفات رو به یه موهومی دادن که نه زاده و نه دیده شده، الکی صاحب امرش نامیدن برای فریبکاری مردم و دنیا و دین مردم رو فاسد کردن. و من یخرج الحی من المیت، حیوان منوی وقتی با تخمک های مؤنث قاطی میشه، از این خداوند وقتی که بخواد یک انسان سوی الخلقه درست میکنه. این ویژگی رو در این آبی که انسان از اسم گرفتنش خجالت میکشه کی قرار داده؟ 5000 میلیون صفت در همین قطر آب وجود داره. بعضی ها اسمشو تعلیمات میذارن، بعضی ها اسمشو اوامر میذارن. دانشمندان میگن که این آموزش هایی که در همین آب منی هستش، 5000 میلیون صفت، اگر نوشته بشه به صورت کتاب در بیاد، حجم این کتاب بزرگتر از بزرگترین دائرة المعارف عصر جدید خواهد بود. الان دائرة المعارف داریم 40 جزء، 50 جزء، هر جزءش 3000 صفحه. خب این اوامری را که در آب منی هستش که خداوند در حیوان منوی قرارش داده، در تخم، اگه اینو بنویسیم میشه بزرگترین دارت و معرف جهان. یه انسانی میبینید مو داره، موهای متعدد، یکیش موش فرفریه، یکی موش صافه، یکی موش سیاهه، یکی موش بوریه، یکی موش خشنه، یکی موش ابریشمیه، یکی انواع متعدد مو. صفاتش در همین حیوان منوی هست. در همین حیوان منوی شکل انسان اونجا هستش که آیا کروی شکلش یا مستطیله یا بیضویه. اینکه نوع چشمای انسان چطوری باشه، رنگش، حجمش، ابروهاش هلالی باشه، متفرق باشه، بست قفل باشه، باز باشه، یا نوع بینیش کوتاه باشه، بزرگ باشه، نوع شفتینش، گونه‌هاش، گردنش، پوستش، طبیعت خونش، شیمی خونش، همه اینها در همین حیوان منوی
گنجانده شده و من یخرج الحی من المیت. شما یک دانه زیتون مثلا میندازی زیر زمین میکاریدش، این دانه زیتونی که خودش هم از چوبه، خب این بلند میشه، میرویه، ریشه پیدا میکنه، ساق پیدا میکنه، شاخه پیدا میکنه، ورق داره و بعد به ثمره میده، ثمرش پر از زیتونه، پر از روغن زیتونه، میخوریدش، ازش استفاده میکنید، بهترین زیتون دنیاست، بهترین روغن دنیاست. و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. هر چقدر علم پیشرفت بکنه، این آیه و شبیه این بر حسب پیشرفت علم، علم مادی تفسیر میشه. سلول های انسان چطوری میمیره و چطوری زنده میشه؟ سلول های روده ها عمرش 48 ساعته. سلول های قلب و مغز عمرش عمر انسانه. سلول های مو 3 ساله عمرش، هر 3 سال میمیره. هر موی 3 سال زنده میشه، بعدش میفته، به جاش موی جدید میاد بیرون. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اینا همه یک معنی. معنی دیگه ممکن همین آیه رو به شکل دیگه انسان بفهمه، که چطوری از انسان کافر مؤمن میاد و چطوری انسان مؤمنش از کافر میاد، چطوری از مشرکان موحد میاد بیرون، از موحدان مشرک میاد بیرون. همه اینها به علم خداونده. و نادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. نوح عليه ولا نبينا الصلاه والسلام به پروردگارش ندا داد، گفت که ای پروردگارا، این فرزندم از اهل منه، یعنی تو وعده دادید که اهل منو نجات بدید، و وعده تو حقه و تو احکم الحاکمینی. گفت که ای نوح، این از اهل تو نیست، بلکه عملش عمل غیر صالحیه. ابو جهل، ابو لهب، اموی پیامبران، امو به جای پدره در اسلام، امو رجل سن و ابی، خب لیکن نه اینکه از اهل بیت نمیشن، بلکه با پیغمبر می جنگند. و سلمان فارسی، صهیب رومی، بلال حبشی از نزدیکترین افراد پیغمبران، تا حدی که پیامبر می فرماید که سلمان و منا و اهل البیت، سلمان از ما و از اهل بیت. اکرمه فرزند ابو جهل میگیم اکرمه رو میگیم رضی الله عنه، در صورتی که پدرش ابو جهله، زنده رو از مرده میاره بیرون. علامه برغی از حوزه شرکی قوم میاد بیرون که تصورش میکرد. شیعیان هدایت شده که الان شما میبینیم کاملا از محیط شرک آلودند، بعضی هاشون از هیئتان، بعضی هاشون از جبهیان، بعضی هاشون، اگرچه من اینجور افراد و مذهبیون شیعه رو من از مخلصانی میدونم که در اخلاصشون خیانت شده، یعنی روحانیت در اخلاص اینها 5-6 قرن که خیانت کرده، همون بازی را باشون کرده که روحانیت یهود و مسیحی
با پیروان متدین خودشون کردند. مقصود چیه؟ یخرج الحی من المیت، مرده رو از زنده و زنده رو از مرده میاره بیرون. یوسف دین این موضوع رو در جلسه بعد بیشتر توضیح بدم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راجب موضوع دوم که حقوق فرزندان بر پدر و مادر، از ام کرز کعبی روایته که میگوید که من از رسول خدا علیه السلام شنیدم که بفرمود در باره عقیقه فرزندان که در جلسه گذشته هم راجبش صحبت شد، دو گوسفند شبیه هم متقارب برای فرزند پسر و یا برای دختر یک گوسفند، همه اینها به خاطر شکرانه خداونده. و اگر پدر بخواد شفاعت فرزند روز قیامت نصیبش بشه، براش عقیقه بده. از سموره بن جندب روایته که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند فرزند تو اسمش رو یسار، رباح، نجیح، افلح نگذار. این مسلم روایت میکنه. چرا؟ تو شما این اسمای خوبیه، لیکن شما ممکن این را صدا بزنید نباشن. یسار یعنی یسر، یعنی آسانی. رباح یعنی سود، فایده. نجاح، موفقیت. افلاح یعنی رستگاری. و کسی بگه نه رستگاری نیست یا سودی نیست، خب چون این چیزایی مجرد مشابهت ها برای خوشبینی خوب نیست، برای حسن تفاعل خوب نیست، برای که جواب خوبی نیست. ببین تا چه حد اسلام دقیقه که انسان باید خوشبین باشه، برای که مردم قصدشون با این اسمها با الفاظ خوب تفاعله و ممکنه بر علیه تبدیل بشه، اون موقع تشاؤم بکنن، ناامید بشن. ورزش چون این اسم هایی که ممکنه سوء ظن به خدا را بیاره، ناامیدی بیاره، پیامبر نهی کرده. ورزش وقتی انسان چون این اسمی داشت به اسم بهتری مبدلش کنه. از حضرت ابن عمر رضی الله عنهما روایته که عمر دختری داشت اسمش آسیه بود، رسول خدا صلی الله علیه و سلم اسمش رو عوض کرد، اسمش رو جمیله گذاشت. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت که زینب بنت ابی سلمه اسمش بره بود. بره یعنی نیکوکار، کسی که زیاد نیکوکاری میکنه. بهش گفته شد که این اسم درش خودستایی هست، تزکیه نفس هست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم اسمشو عوض کرد، اسمشو زینب گذاشت. زینب یه درختی است خوشبو و خوشمنظر و این حدیث متفق علیه. در روایتی از امام مسلم نیشابوری که خداوند دوباره نیشابور را به عقیده توحیدی امام مسلم بازگرداند و از عقیده شرک آلود خرافیان مدعی تشیع پاک بگرداند، هم نیشابور را و هم ایران را. روایت میکنند که رسول اکرم علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام فرمودند لا تزکو انفسکم، خودتون رو تزکیه نکنید، خودستایی نکنید. ببینید قزوینی خودستایی کرد، خداوند چطور رسواش کرد.
ببینید شیطان یاری، ابلیس یاری، خودشو تسکیه کرد، خودش طوری رسواش کرد. لا تزکو انفسکم، خودتون رو تسکیه نکنید. تسکیه معنی تعریف تمجید، نه به معنی تسکیه صوفی. تسکیه صوفی چیز خوبیه، شرطی که با روش اسلامی باشه، با روش سن نبوی باشه. الله اعلم به اهل البر منکم، خداوند به نیکوکاران شما بهتره، آگاهتره. قالو به من سمیها، پس اسمشو چی بذارین؟ فرمود که سموها زینب، اسمشو زینب بگذارین. از شره ابن حانی روایت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم فرمودند، از قومی شنید که شخصی از اونها رو عبدالحجر می نامند. پیامبر فرمود که مسموک، اسمت چیه؟ گفت که عبدالحجر. گفت نه، عبدالحجر نیستی، تو عبداللهی، اسمشو عبدالله گذاشت. امروز اگه پیامبر بیاد که سنتش در میان من شماست، کاسب کاران سوپرمارکت تشیع و وهابیش می نامند. ولذا در اختیار اسماء فرزندان چند چیز انسان باید مراعات کنه. اسمی که اولا خودستایی درش نباشه، اسمی که دلالت بر معصیت یا بر شرک نکنه، و اسمی که معناش زیبا باشه، هم الفاظش هم معناش. اینا رو از حق فرزند بر پدره قبل از ولادت چنین اسمی رو براش تهیه بکنه. و رضا عایشه صدیقه بنت صدیق رضی الله عنهما روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اسمای زشت رو عوض میکرد. از جابر روایت که میگه برای شخصی فرزندی آمد، اونو قاسم نامید. ما بهش گفتیم که ما تو رو ابوالقاسم صدا نمیزنیم، برکه در پیش عرب رایجه، هنوز هم رایجه که شخص رو اگه با احترام صدا بکنن ابو فلان صداش میکنن، پدر فلانی. همچنان که در ایران رایجه که شخص رو با اسم خانوادگیش صدا میزنن، با اسم کوچکش صدا نمیزنن. شما این شخصی رو تو خیابان با اسم کوچک صدا بزنید یا اسمشو ببرید، شبه اهانته. اما با کنیش نه، احترام با کنیشه. در ایران اینطوریه، در اسلام نه، بخصوص در میان عرب. پیامبر اسمش ابوالقاسمه. خب این خودش قاسم گذاشته، فرزندشو. مردم گفتن ما تو رو ابوالقاسم نمیگیم، بلکه اسم ابوالقاسم پیغمبره. این خبر پیغمبر رسید، بهش گفت که اسم فرزند تو عبدالرحمن بذار تا اینکه کنیت شبیه کنیه من نباشه. پیامبر اجازه داد که به اسمش هم اسم گذاشته بشه، اما از کنیش نهی کرد. ولذا در حدیث دیگر هست که فرمود لا تجمع او بین اسمی و کنیتی، بین اسم و کنیه من یک جا جمع نکنید. انا ابو القاسم، من ابو القاسم هستم. والله یوتی و انا اقسم، اقسم خدا من میدهد و من تقسیم میکنم. مقصود که دوتا اسم و کنیه من رو در یک جا جمع نکنید با هم دیگه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بریم سراغ کشتیگیری علامه برقعی با حافظ. حافظ میگه که به حسن
بحسن خلق و وفا کس بیار ما نرسد. تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت بیار ما نرسد. هزار نقد به بازار کائنات آرند، یکی به سکه صاحب سوخته چیکار میکنه، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را، غبار خاطری از رهگذار ما نرسد. بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشه کامکار ما نرسد، کامیار ما نرسد. خب الان ببینید چطوری این الان برخی فقدانانشو میشکنه. کسی بی حافظ شکن، کسی بی یاری ما در دیار ما نرسد. نه یار بلکه امیری به کار ما نرسد. اگرچه مدح و تملق ز شاعر است، ولی کسی به شاعر و شعر دیار ما نرسد. کسی به شاعر و شعر دیار ما نرسد. به حق صحبت شاهی که زر به شاعر به حق که زر به شاعر داد، کسی به جور شاه و شه سوار ما نرسد. هزار نقش دیو است بر در و دیوار، یکی به زشتی این افتخار ما نرسد. هزار نقد به حافظ دهند بحر ملق تملق، یکی چو سکه صاحب عیار ما نرسد. مساز با همه شاعر نفاق را بگذار، مگو غبار ره گذار ما نرسد. مسوز شاعر را، این جنش مسوز، جنش بسوز. بسوز شاعر را گردیر شد ترحم شاه، مگو که رزق ز پروردگار ما نرسد. من از ثنا و ملق برغی شدم بیزار، من از ثنا و ملق برغی شدم بیزار. برای آن که به کس ننگ و آر ما نرسد. بله، بریم سراغ کلیپ هاتون. ماشاءالله. سلام.
هذه واحدة من الأشياء اللي چون طولانیه، بعدا میذارمش انشاءالله، یه نیم ساعت بعد. سلام، اینو پاش کن. سرود و زیبا هست. از کی هست؟ آخه خود مشخصات بهتر بینید عزیز من. گذر باشد مسافر روز و شب باید دلش فکر سفر باشد غمی دنیا مخور ای دل که این جای گذر باشد مسافر روز و شب باید دلش فکر سفر باشد سراسر درد و اندوه است در این دنیای بی حاصل سراسر درد و اندوه در این دنیای بی حاصل نمی ارزد خوشی آن دم که جان اندر خطر باشد نمی ارزد خوشی آن دم که جان اندر خطر باشد جهان زندان مؤمن ها به تفسیر حدیث آمد جهان زندان مؤمن ها به تفسیر حدیث آمد چه لذت پای در زنجیر بلب شهد و شکر باشد چه لذت بای در زنجیر بلب شهد و شکر باشد غم دنیا مخور ای دل که این جای گذر باشد مسافر رو روز و شب باید دلش فکر سفر باشد آقای عبدالله سیدزاده از تاجیکستان علیکم السلام و رحمت الله آیا درست است که تنها در جنت الفردوس الله را میبینیم؟ نه در بهشت همه بهشتیان خدا را میبینند لیکن جنت الفردوس درجات بالاتره
لطفاً مرا اضافه کنید. چشم. برادران تاجیک اگر سعی کنند در اینترنت فارسیشون رو قوی کنند خیلی مهمه این. خداوند بهتون توفیق بده. آقای سیدزاده اضافه شدید. خانم نسیم هدایت شده، خوش شد که یادآوری کردید که کلیپ دوم تو بذارم امروز. من حسن نظرتون واقعا متشکرم، امیدوارم الله قبول کند. انشاءالله با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم محشور شد. آمین یا رب. سلامت باشید. من یه سوال دارم، آیا اگر من بخوام درس دینی بخونم امکانش هست؟ امکانش هست، لیکن مشکل ارتباطات ایران با جهان خارجه. ایران برای اینکه مردم خودشو نظر روشن بشن، ایران در مردم در حلقه آتش گذاشته، درست مثل صفاویه، و این سیاست سیاست عمدیه. با این وسیله مردم رو به صلاح، اولا وقتی انسان پر از کینه بشه، دشمنی بشه، از طرف دیگه حرف گوش نمی کنه، و دومی که با هم میشه. والا در عربستان دانشگاه ها هست مخصوص زنها، کل دانشگاه مخصوص زنها، و در عربستان پاسپورت ایرانی که اصلا راه نمیدن. اما در مصر، در سودان میشه. خودم اگر بخوام به سنت پیامبر و علمی که بتونم با هم صورت قوی از سنت دفاع کنم، چه کتابی رو بخونم؟ کتابهای رو اینجا من بارها توضیح دادم، شما حتما اسم کتاب ها رو شنیدید، لیکن برای مطالعه بیشتر کتاب هایی که در سایت عقیده هست، اگه این کتاب ها رو بخونید مطمئنن از مراجع قم و نجف به دین آگاه تر خواهید شد. الان شما آگاه دارید باید میکنید. و یک کتاب تفسیر قرآن که برام قابل فهم باشد. تفسیر آقای برغی تفسیر خوبی است، تفسیر آقای خرمدل تفسیر خوبی است، تفسیر حسینی تفسیر خوبی است، تفسیر کابلی همه اینا ساده. البته من نمیدونم ساعت سوال شما چقدره، برام آسان باشه مندازش به من واره. یه مشکلی هم دارم اینه که هر مسئله که میفهمم از دین خیلی بهش فکر میکنم، چون تمرکزم روی اون موضوع است، در فهم موضوعات بعدی مقداری کند هستم. نه، این اتفاق بهتره. انسان اول یک مسئله رو که به خوبی بفهمه بهتره که زود منتقل بشه، مشکلی نیستیم. طرز تفکر شما به من خیلی نزدیکه و قابل فهمه، ولی چون خیلی خواهش میکنم از این خداونده، فقط من در فهمش کاملا خیلی زمان دارم. من سعی میکنم، من خودم سعی میکنم که در آراء فقهی هیچ موقع خودم رأی ندم، رأی ائمه اسلام یکیشون رو پیدا بکنم که مناسب تر باشه. خب هر مسئله رو که متوجه نشدی سوال کنی، بهترین چیز سواله.
نمیدونید چقدر وقت به راه الله نگاه میکنم، میبینم این زندگی ها چطور نقد داشتن درکش کنم و دین مثل ایمان شما و اهل سنت در وجودم تنیده نشده، خیلی عصبانی میشم. نه برعکس، الان اجرتون دو برابره، کسانی که زحمت زیاد میکشند اجرشون بیشتره. یعنی شیعی که هدایت میشه از سنی که در خانواده سنیه اجرش بیشتره، برای که زحمت بیشتری کشیده اومدن هدایت شدن از این تار و پودها را رها کردن جهاد بزرگی میخواد، کار آسانی نیست. من نمیدونم این درس های تفسیر رو از که دنبال میکنید، ولی متوجه شدم که شما اسماء الحسنا رو گوش کردید. این برنامه ها را که شما نگاه کنید، که به احتمال زیاد شخصا شما نگاه کردید، خودتون رو مقایسه کنید با قبلش. دقت میفرمایید، تفاوت از زمین تا آسمان است. خداوند دستان رو بگیره. آیا بردن مال دولتی حلال است؟ بستگی به دولت داره، کدوم دولت باشه، هر دولتی نه، اما دولت ایران که حق ملتشو میخوره، بخصوص حق اهل سنت، و کسی حق خودش از این دولت ببره، بله حلاله. بلکه خمینی همین فتوا راجع به شاه میداد، همه کارمندان زمان شاه حقوقشون رو پس گرفت، اونایی که مالشون رو صادر کرد که دولت شاه شرعی نیست، قانونی نبوده، خودش شرکیه، خودش از دولت شاه صد برابر بی قانونتر و غیر مشروطره. اگه بخوایی به خود فتوای خمینی عمل کنید همینه. لطفا اینو پخش کن، موضوع همسر خوب یه دقیقه. کاش که گوینده را می نوشتید. یا زوجتی، ای رفیق راهم، من تو را نیامده و ندیده به خاطر الله دوست دارم و خواهم داشت. تو همدم دنیا و آخرتم خواهی بود. من تو را نه فقط برای این دنیا، بلکه تا بهشت می خواهمت. همسر زیبا و با حجاب من، همسر عفیف و پاکم. من تو را ندیدم، اما یقین دارم تو با حجابت از همه دخترهای عالم زیباتری. تو را هر روز و هر بار از معبودم طلب خواهم کرد و در دعاهایم و سجده هایم میگویم ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. پروردگارا، همسران و فرزندانی به ما عطا فرما، باعث روشنی چشمان من گردند و ما را پیشوای پرهیزگاران گردند. آمین یا رب العالمین. از طرف پیج عشق حلال، خداوند مجردان ما را ازدواج سالم نصیب بفرماید. آقای عبدالحمید داری زفت میکنید؟ بله، زفت بهتر از تماس گرفتنه. خانم نسیم، یادم رفت که کلیک دوم شما رو بذارم، خوش رو که یادم آمد. شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اینو دیروز گذاشتم. و الله علی و علی و اولادش رضی الله عنه اکنون زنده بودن، با وجود من و تو شیعه به جرم یا الله گفتن و اعتقاد نداشتن به امام معصوم دارای علم غیب به نام وهابی به دار آویخته می شدند. خواهر و برادرم، از این دین مرداب صفت خودت را رها کن، از آل فرعون و حزب شیطان خودت را نجات بده. من و تو را شیعه ابن سبعی یهودی کردن و ما هم با عقل از کار افتاده خود از آنها پیروی کردیم.
صد افسوس که به جای قرآن رساله و مفاتیح و زیارت عاشورا به دستمان دادن تا هر مزخرفی را به نام دین بخورد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما بیننده و شنونده عزیز این برنامه. از شما خواستارم کمی به حرفهای بنده توجه فرمایید، البته بدون شک و غرض. از شما می خواهم عقیده فکر و قلب خود را نسبت به دین و خدایتان کمی مورد بازنگری قرار دهید، زیرا که دین از جانب خداوند یکتا برای ما فرستاده شده تا 5 آزادی را به ما بدهد و در این حال اطاعت و رضایت الله را نیز به همراه داشته باشد و این آزادی ها شاملند از عقیده از روی عقل، فکر به همراه رضایت، مال، جان و ناموس. دین به معنی روش صحیح اخلاق و اعمال درست در زندگی می باشد که در نهایت زندگی دنیوی و انسانی ما سعادت آخرت را نیز به ما ارمغان دهد. حالا با وجدان و انصاف به خودت جواب بده، آیا با انداختن یوغ آخوند به نام مرجع تقلید برگردند و برچسب شیعه 12 امامی بر پیشانی است که الله متعال حتی یک آیه در قرآن کریم در مورد آن ندارد، چه بسا در مورد موضوعاتی مانند حیض زنان چندین آیه دارد؟ باز هم مطمئنی که در راه درست قرار داری؟ زیرا هیچ کدام از آن صالحانی که تو خود را شیعه آنها میدانی چنین ادعایی نداشتند. اگر چنین ادعایی داشتند به الله متعال، پیغمبر آخر زمانش حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و قرآن آخرین کتاب آسمانی او کافر میشدند. بله درست است خواهر و برادرم، کلاهی که بر سرت گذاشتند را حتی پدر پدرت هم نفهمی. حالا باز هم به خودت پاسخ بده، آیا بر سر قبر رفتن و از مرده ها طلب حاجت کردن، آنها که حتی در زنده بودنشان نتوانستن کاری برای خود بکنن، بهتر است یا صدا کردن خدایی که با وجود وسعت جایگاهش در کلامش می‌فرماید من از رگ گردن به تو نزدیکترم بهتر است؟ آیا حضرت علی علیه السلام گفت یا خودم یا گفت یا الله؟ پس تو چرا خدایت را که الله است با علی علی کردن و حسین حسین کردن عوض کرده ای؟ این را بدان اگر پیغمبر صلوات الله علیه و علی و اولادش رضی الله عنه اکنون زنده بودن، با وجود من و تو شیعه به جرم یا الله گفتن و اعتقاد نداشتن به امام معصوم دارای علم غیب به نام وهابی به دار آویخته می شدند. خواهر و برادرم، از این دین مرداب صفت خودت را رها کن، از آل فرعون و حزب شیطان خودت را نجات بده. من و تو را شیعه ابن سبع یهودی کردن و ما هم با عقل از کار افتاده خود از آنها پیروی کردیم. صد افسوس که به جای قرآن رساله و مفاتیح و زیارت عاشورا به دستمان دادن. ما سعادت آخرت را نیز به ما ارمغان دهد. حالا شیطان رجیم. بسم الله الرحمن. اگه لطف کنید بتونید اینو در یک کلیپ بذارید خیلی بهتر میشه. یک کمی قاطی پاتی شده، اگه همه رو بتونید در یک کلیپ بذارید
خیلی بهتر میشه. اگه سنگینه میتونی آپلودش کنی تو یوتیوب، ما از اونجا بگیریم دوباره. خداوند کارتون برکت بده. ماشاءالله رشته تخصص خوبیه. آقای ناصر هدایت شده. علیکم السلام و رحمت الله. خداوند به عمر شما برکت داده، به شما همچنین و خیر دنیا و آخرت نصیب شما فرماید و شما همچنین. وقت شما بخیر. راجع به موحدی که برای وی حادثه راندگی رخ داد و خداوند در همان شب را شاهد تنوی امتحان بزرگی از وی گرفت، دیشب را شما فرستادم که زودی حالش خوب خواهد شد. عمران شما را از وقتی شناختم از موقع رنگارنگ الان کلیپ های آن زمان را می نگرم، کلمه را پیدا نمی کنم. نه اون موقع کلمه و غیر کلمه کی جرأت می کرد؟ اون موقع سیاست خلیج اینطوری نبود. و برعکس اون موقع اینا تو خلیج، بعضی هاشون البته یکی دو نفرشون هی تبلیغ میکردند که ما تندرویم، برای اینکه کندروی خودشون توجیه کنن. اگر ناراحت نمیشی، شما صلاح دین ایوب زمان بنامم، خواهش میکنم، افتخار میکنم، لیکن نیستم. کجا ما چه نسبت خاک را با عالم پاک. لیکن حسن زن شما خیلی متشکرم. چون کسی با این شجاعت سراغ ندارم و نخواهم دار. نه، شما شجاعت آقای برقی را اگه می دیدید، شجاعت آقای مفتی زاده را اگه می دیدید، شجاعت مولانا عبدالعزیز را اگه می دیدید، بنده را هیچ حساب نمی کردید. باور کن بدون تواضعی نمیگم. لیکن کس نباشد در سرایی موش باشد قد خدایی. بله. واقعا قوقای در ایران به زمین راه انداخته است. تا اسم توحید میاد، مردم حتی خارج استانها و روستاها کسی که اسمشان نشنیده میگن دکتر مرزداد را میگوید. ایشان جز پروفسورهای آن زمان هست. خواهش میکنم، پروفسوری دکتری اینا بر من مهم نیست، بر من اینه که حق به شما رسیده بشه. جناب دکتر پرحرفی نبودم، عفو فرمایید. خواهش میکنم، آرزو سلامتی برای همه موحدین. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خداوند شما را به خاطر حسن زنتون اجر خیر بدهد. اگر دعای خیر امثال شما ها نمی بود از زمان رنگارنگ تا الان، شما نمی دونید چه مصیبت هایی که بر سرم آمده، بخصوص از دوستان. پیامبر اکرم فرموده که شیطان از بت پرستی در جزیره العرب مایوس شده، لیکن دو به همزنی مونده. این دو به همزنی ها، دوستی ها، دوست های که دو حسودی کردند، بزرگترین ضربه رو با ما زدن. ولی من خودم باور نمیشه چطوری تا الان با این خرجای سنگین اینجا رسیدم. لیکن خداست، کارا دست خداست. اگرچه الان وامدارم مقداریه، لیکن کارا دست خداست. سلام استاد، اگه به فقرا قضا بدم بهتره یا پول نقد؟ هر دوش خوبه. این سوال عجیبیه، ولی که پول نقد شاید بهتر باشه، برای که اون احتیاج خودشو بهتر میدونه. مگر اینکه مطمئن نباشید که فقیره یا نه قضا بهش میدی. خدا بهت اجر خیر بده. سلام استاد بزرگوار، گوش دادن سوره بقره موقع خواب در زمان عادات ماهانه برای خانم‌ها چه حکمی داره؟ اشکالی نداره. گوش دادن قرآن چه در عادات ماهانه، چه مردی که جنابه، یعنی این پلیدی موقتیه، ناپاکی موقتیه، اما گوش دادن اشکالی نداره. ام ابو بکر، سلام علیکم استاد محترم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. طبق گفته خودتان که توضیح دادیم که هر رزقی از طرف خداوند، به ما میرسه، این رزق که خداوند این عمر طولانی را نصیبتان کرده و بیشتر از این
و این تفکرتان و این علمتان و این که شما تنها در یک شبکه جهانی این شبکه را به اسم خداوند داره میکنید. بدانید که الله با شماست، بدانید که حق با شماست، چرا که یک آدمی به سن شما یک شبکه جهانی را بتونه اداره کنه، بدانید که پشتیبانتان الله است، بدانید که الله دوستتان دارد و خداوند دیدارتان را در بهشت هم نصیب ما گرداند و ما را در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جمع نماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خداوند به شما اجر خیر بدهد فرزندان و با خاطر حسن ظنتان بهتون جزای خیر بدهد، پاداش خیر بدهد. سلام استاد، علیکم سلام. جناب مولوی عبدالحمید، عامل پیروزی دولت بنفش روحانی در حالی که مردم سیستان و بلوچستان امکانات ابتدایی را ندارند برای درمان به کشور ترکیه سفر کرده است، چه اشکالی داره؟ یعنی چه به خرج خودش یا به خرج کسی دیگه کمکش بکنه برای علاج، این هم مشکلی داره؟ این ایراد به جایی نیست، اما اینکه در دولت روحانی کمک کرده، بله، اون این انتقاد درستیه. موضع‌گیری سیاسی ایشون، بارها عرض کردم، موضع‌گیری های بزدلانه و آرای اهل سنت رو در تاراج میذاره، این خیلی بده. هیچ رئیس جمهور نیست در ایران مگر اینکه با آرای اهل سنت آمده رو کار، ولذا اهل سنتی که با این رژیم هستند همونقدر مسئولند که شیعیانی که با این رژیم هستند پیش خداوند. لا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالمان تکیه نکنید که گرفتار آتش میشید. این ظالمان مؤلفه ها دارند، این ظالمان همکارها دارند، کمک ها دارند. از میان اهل سنت ایشون یکی از کمک های این ظالمانه متاسفانه، و همچنین بسیاری از علمای اهل سنتی که با این رژیم هستن، اینا در ظلم و جور دولت شریکن. آقا فردا ما ضعیف بودیم، هر کسی میگه ما ضعیف بودیم، اما قرآن میگه ضعیف بوده، ملک خدا تنگ نیست، پای فقیر لنگ نیست. الم تکن ارض الله واسعتا فتهاجروا فیها، اما چسبیدن به دنیایشون مشکل همینجاست. اما این که سفر کرده برای علاج، این گناهی نکرده که؟ این گناهه؟ یعنی داخل کشور بمیره انتقادی بکنی که انتقاد درست باشه. آیا خونی ایشون از مردم سیستان رنگی تر؟ نه، رنگی تر غیر رنگی تر نیست، ولی شرعاً جایزه. چیزی که شرعاً جایزه، مولانا عبدالعزیز مگه نرفت نیومد لندن علاج نکرد، نرفت امریکا علاج نکرد؟ شرعاً جایزه، چرا آدم این کارو نکنه؟ بله. چقدر فرق است بین مولانا عبدالعزیز و مولانا. خب اگه شما این انتقاد داره، مولانا عبدالعزیز سفر کرد و کار خوبی هم کرد. انسان که مریض میشه باید خودش معالجه بکنه، علاج جسم امانت در دست انسان. از موضع‌گیری های غلطشون انتقاد بکنید، نه از عمل کردی که شرعاً درسته. وانگهی ایشون، یعنی رفتنش همطور که عرض کردم دو راهه، یا اینکه با خرج خودش میره، یا اینکه با خرج افرادی که کمکش میکنن. خب هر دو درسته، هر دو شهران درسته، اشکالی نداره. سفر مولد به ترکیه در ایام تنش قره‌باغ.
سفر کشکاری نداره زن. اعتدال رو همیشه باید رعایت کنیم. درست باید بگیم درست، نادرست باید بگیم نادرست. ویروس کرونا یک پدیده ای بود دکتر الهه قمشی یا قمشی، یک پدیده بود تا خداوند قیامت را که مردم فراموشش کردند یادآوری کند. این حرفش درسته. عاقبت ما را در قیامت به تصویر کشیده است. در سوره عباس می فرماید یوم یفر المرء من اخی، روزی که آدم از برادرش فرار میکنه، و امه و ابی، و از مادر و پدرش همچنین، و صاحبته و بنی، از همسر و فرزندانش. الان رفتار مردم شبیه روز قیامت است. بله بله، این حرف درسته. آقای سید هدایت شده، توصیه کارشناس شبکه قرآن برای کسانی که میخوان صاحب خانه شوند، 40 روز روزی 2 رکعت نماز و هدیه به مسلم بن عقیل. بیا گفته شده که برای کسایی که میخوان خونه دار بشه. گفته شده الکی؟ گفته شده دین به گفته شده نه است. دین قال الله و قال رسوله. گفته شده به درد نمیخوره. این حرف یک کارشناسه در مصطلح محمدسین. راوی مجهول ارزشی نداره. گفته شده یعنی چی؟ اگر 40 روز هر روز 2 رکعت نماز این نماز صبح بخونن و این نماز رو هدیه کنن به جناب مسلم ابن عقیل علیه السلام، و بعد از نماز 110 هدیه کردن نماز درست نیست. بعد از نماز انسان بر مرده ها دعا بکنه. احوال صلوات نثار روح مسلم ابن عقیل بفرستن. مسلم بن عقیل و غیر مسلم بن عقیل هیچ امتیاز خاصی بر دیگران ندارند که نماز خاصی بر آنها خونده بشه. اینها همه راههای کارهای بدعت و بدعت گزارانه. ان شاء الله صاحب خونه خواهند شد. وقتی که خونه دار شدن درست سر مردم کلاه میذاره. مسلم بن عقیل رو در منزلشون برپا بکنن. این که گندکاری کشید روزه خوندن که گناه اصلا. آن که هم کار است با شمر و یزید روزخان است آن که هم کار است با شمر و سنان روزخان است روزخان است روزخان. و الان کشور دست روزخان های خرافی مشرکه. به خاطر اینکه این حضرت به خانه پناه آوردند برای نجات جونشون، و انشالله به برکت این هر کسی که صاحب خانه این میخواد بشه صاحب منزل بشه. یه دستور عمل دیگه کسی که هر این چرندیات چیه؟ این مزخرفات چیه؟ خدا را رها میکنید و بین آن میچسبید؟ سلام پدر گرامه، میگم مولوی عبدالحمید برای شرکت در اجلاس علمای جهان اهل سنت به ترکیه رفته. من از همچین جلسه خبر ندارم. خب خوبه اگه این هم برای این کارم رفته، خوبه. این مولوی که ماشینش 700 میلیون قیمت داره درد فقرا میدوند. اون دیگه من نمیدونم، ماشینش 700 میلیونه چون این حقی نداره. اگه واقعا ماشینش 700 میلیونیه چرا قیمت فقرا رو بدونه؟ این چیزا رو من نمیدونم. و مولانا عبدالعزیز فوت کرد. یک ماشین که نداشی چی، بلکه در خانه ما تلویزیون ممنوع بود، صندلی ممنوع بود. در خانه مولانا عبدالعزیز صندلی وجود نداشت، همه رو زمین می نشستند. خامنه‌ای می آمد رو زمین می نشست، زمان شاه هر کسی می آمد رو زمین می نشست. اینا با این شلوار تنگی که داشتن گاهی اذیت هم می شدن. دقت میکنی؟ یه فرش ساده ای بود، همین تمام شد. و این آقایان خودشون رو همه رو راه همه رو بستند، همه ماها رو اذیت کردند،
و خودشون راه مولانا میدونن، حداقل از عمل مولانا پیروی کنن. شما از کجا میگی که ماشینش 700 میلیونه؟ همچین حرفی زدن بدون مدرک درست نیست. دوستان این کلیپ رو بشنویم از یک عالم ربانی انشاءالله که زندانی کشیده، قبلا خرافی بوده، دیوانش رو خوندیم، شیخ الاسلام قریشی. این زن ما سولان و زکیر الله احدا در دیداری در تربت جام در مسجد قدیمی خواجه عزیز الله بوده که حدود 60 نفر طلاب حافظ قرآن داشتن و قبل از اونم با جمعی از علمای دیدار 3 ساعته داشته. اینو ببینیم بعد از اون انشاءالله در برنامه رو ادامه بدیم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. به نام آن که بر ما عقل و دین داد، به نام آن که بر ما عقل و دین داد، به ما توفیق خیری این چنین داد. سپاس و حمد دائم آن خدا را که نعمتهای بی حد داده ما را. درود و همسلام بی نهایت به روح مصطفی ختم رسالت، به آل و صحبان فخر دو عالم همیشه هر زمان هر آن دمادم، خصوصا مردمان 4 سرور ابوبکر و عمر عثمان و حیدر که هر یک کوکب برج خلافت درود حق بر ایشان بی نهایت. مجددا خدا را سپاسگزاریم که به ما توفیق داده در محضر این ستارگان روی زمین، شما بدانید آسمانی ها ملائکه ها از آسمان نگاه میکنند به پایین، همچنان که ما در شب نگاه میکنیم به آسمان اون ستارگان را درخشان میبینیم، شما را این گونه میبینیم. قرآن تنها معجزه است که برای پیامبرمون تا روز قیامت باقی است و نشانه حقانیت اون حضرت است. پیامبران دیگر معجزاتی داشتند ولی بعد از وفات اونها دیگه اون معجزات نمونده. معجزات انبیاء گذشته را قرآن ما بیان کرده که موسی، عیسی، سلیمان، داوود و بقیه انبیاء علیهم السلام چه معجزاتی داشتند. اما چون دین پیامبر ما باید تا روز قیامت باقی میماند، خداوند متعال علاوه از معجزات دیگر یک معجزه‌ای به او عطا کرد که تا روز قیامت سند حقانیت نبوت او باشد. این قرآن یک نعمتی عظما و یک رحمتی کبرا، امام ما و امام امامان ما و امام پیامبر ما بوده است. کسی به این قرآن، به یک آیه، به یک کلمه اش باور نداشته باشد، او را در ردیف مسلمان ها قرار نمیدهند. این قرآن برای فقط خوندن نیست. آدم باید اول قرآن را بخوند، بعد بفهمد و به اون عمل بکند طبق سنت رسول خدا علیه السلام که مبین این قرآن بوده، اون وقت سعادت دنیا و آخرت نصیبش بشود. شما اگر رفتید به پزشک
نسخه رو گرفتی. خب هی بخون نسخه رو بخون. مریض با خوندن نسخه شفا پیدا میکنه؟ نه. نسخه رو باید ببرن به داروخانه دارو رو بخرن بیارن. حالا دارو رو هم خرید آورد، اگر نخورد باز شفا پیدا نمیکنه. داروها رو هم خورد اما طبق دستور پزشک نخورد. همجوری دل بخواهیم نه تنها سودی نخواهد داشت بلکه زیان آورم خواهد بود. خوب دقت کنید، نسخه رو میبرند از داروخانه دارو میگیرند و طبق دستور پزشک اون رو عمل میکنند و چیزهایی رو هم که پزشک گفته اونا رو نخورید، اون کارها رو نکنید، اونا رو هم باید رعایت بکنند تا شخص بهبودی حاصل بکنند. شما قرآن تلاوت میکنید، میخوانید برای عمل کردن به قرآن که قرآن را بفهمید و بعد عمل بکنید تا خوشبخت دنیا و آخرت بشوید. من در سال 70 کتابی از من چاپ شد به نام تعلیم ایمان، در اونجا درباره تلاوت قرآن و قاریان قرآن مطلب آوردم، منظومه است. ای که هستی در ردیف قاریان، در ردیف قاریان که شما ها هستید، ای که هستی در ردیف قاریان، رب تالین یلعنه را هم بخواه. در حدیث شریف آمده رب تالین یلعنه القرآن. چه بسا قرآن خانهایی هستند که قرآن بر اونا به اونا لعنت میکند نعوذ بالله. یکی از شفاعت کنندگان در روز قیامت قرآن کریم است. این قرآنی که برای قاری قرآن باید شفاعت بکند، اگر به قرآن عمل نکند بر ضد اون عمل بکند، نه تنها شفاعت نمی کند، شکایت هم می کند، لعنت هم می کند. لعنت قرآن دیگه اینطوری نیست. حالا چطور میشه لعنت؟ ظلم می کند به خودش، به همسایه‌اش، به فک و فامیلش، به خانواده‌اش، به دیگران، به حیوانات، حتی به حیوانات ظلم میکند. بعد در قرآن میخواند که الا لعنت الله علی الظالمین، الا لعنت الله علی الظالمین. خودش ظالم است، خودش با زبان قرآن به خودش لعنت میکند نعوذ بالله. خواستم اول از اینجا شروع بکنم. حافظان قرآن باید به این نکته توجه بکنند، اون مقدار قرآن را حفظ بکنند که بتوانند نگرش بدارند. یک باری هست مثلا 100 کیلو، و 100 کیلو را نمیتونی آدم برداره ببره مثلا 10 کیلومتر اون برداره. خب به همون اندازه که میتونه بار رو برداره باید برای خودش قرآن حفظ بکنم. این قرآن به توصیه میکنه، اینا هم عرض میکنم، کسی قرآن رو حفظ کرد بعد از یادش برد فراموش کرد، این گناه کبیره است. علامه بیتوشی رحمت الله علیه یک کتابی به نظم در آورده، گناهان کبیره رو اونجا یکی یکی نوشته. یکی از گناهان کبیره اینه که شخص قرآن را حفظ بکنه بعد فراموش بکنه، نتونه نگرش بداره. ضمن این که باید به قرآن عمل کرد، اون مقداری که قرآن خونده اید باید اون رو همیشه داشته باشید، هی تکرار بکنید. بزرگان گفتن از درس و حرف و تکرار و عرف. درس اگر یک حرف باشد، تکرارش باید 1000 بار باشد. هی باید این قرآن را تکرار تا تو ذهنتون ملکه ببندی. در دوران نوجوانی و جوانی که
مغز نو و تازه است، هرچه آدم بخونه درست حسابی حفظ بکنه تو ذهنش میمونه. اما در میانسالی در یک کمی سنش بارا رفت مشکل چقدر از این طرف حفظ میکنه از اون طرف از یادش میری مثل ما. من کل قرآن را حفظ کرده بودم. اون مقداری که در نوجوانی در جوانی حفظ کرده بودم همش تو ذهن من هست. اگر یک سال، دو سال، سه سال تکرار نکنم تو ذهن من ملکه بست. اما اونایی که بعدا حفظ کردم چقدر زور میزنم نمیمونه چون حافظه ضعیف شد. یه سوره را تو نماز من میخونم میبینم بله همش درست خوندم. دو ماه نمیخونم میخوام اون سوره را دوباره در نماز بخونم چند جا گیر میکنم. چرا؟ در سن بالا اینو حفظ کردم یا تکرارش کم بوده. اساتید شما حتما به رموز و فنون حفظ قرآن آشنا هستند، برای شما میگن. من این قسمت ها را میخوام به شما توصیه بکنم که به همان انداز قرآن حفظ بکنید که میتونید نگرش بدارید. من میگم حافظان قرآن رو دکترا نمیگم، میگم حافظان قرآن برای اهل قرآن مقام پروفسوری را دارند، اینه بالاتر از دکترا. حالا شما آمده این هر کدومتون کل قرآن را کامل حفظ کردید، لیسانس نیستید، فوق لیسانس هم نیستید، دکترا هم ندارد. من میگم پروفسور هستن اینا، یعنی در مقام پروفسوری هستن. شما در عرض چند سال که قرآن رو حفظ میکنید، مثلا کسی میخواد دکترا بگیره تو چند سال زحمت میکشه تا دکترا بگیره، میخواد پروفسور بشه 30 سال زحمت میکشه. اما شما با 4-5 سال زحمت کشیدن میتونید این مقام رو به دست بیاورید. اونایی که حافظ قرآن هستن پیش مردم چقدر عزت و احترام دارن. مثلا یک کسی را میگیم این حافظ قرآن است، همه بهش عشق میورزن، بهش محبت دارن، دوستش دارن، هر خواسته هم داشت برآورده میکنن به خاطر قرآن. این قرآن گفتم که سند حقانیت دین ماست. این قرآن به ما همه راه ها را نشون میده. حافظ قرآن شدیم باید اخلاق ما قرآنی باشد، رفتار ما قرآنی باشد، کردار ما قرآنی باشد. همطور قرآن خودی حافظ قرآنی و این که اینجوری تمام نمیشه. اینجوری شخص پیش خدا و پیش مردم هم مقامی نخواهد داشت. کسانی که حافظ کل قرآن هستن به اون عمل میکنن، اخلاقشون قرآنیه، رفتارشون، کردارشون، عملشون، اینها واقعا پیش خدا مقام بالا و بالایی دارن. اونا خودشون جای خود روز قیامت بر سر پدران و مادران اونها تاج مرصع طلایی گذاشته می شود. یه وقت دخترم به من زنگ زد، یه مقداری از قرآن حفظ کرده بود، گفت میخوام یک تاجی طلایی برات فراهم بکنم بذارم تو سرت. خب تاج طلا برای مرد، برای مرد حرامه، یه انگشتر طلا برای مرد حرامه، برای زنها مباحه. گفت میخوام یک تاجی درست بکنم در حال حیات خودتو بگذارم بر سرت. متوجه شدم چی میگه. من میخوام کل قرآن را حفظ بکنم. الحمدلله حفظ کرده، ولی چون سنش الان تقریبا 40 سال است میکشه خودشو برای حفظ کرده، هی حفظ میکنه از این طرف از اون طرف، باید هر روز باید 3 جلد قرآن بخونه. بعد ناچار شاگردانی دارد با اونا کار میکنم که مدیون اونها هم باشد که به وسیله اونها
مدام تکرار میشه و تو ذهنش مرکه میبنده. خدا را سپاسگزاریم برای لطف و کرمش که به شما عزیزان توفیق داده از مناطق مختلف اینجا جمع آمده اید که در این مکان مبارک که قرآن را حفظ کنید. از یکی از این برادران پرسیدم اهل کجایی؟ گفت اهل کجا بود؟ پارسیان. پارسیان. اهل پارسیان. پارسیان کجا؟ اینجا کجا؟ خب این بنده خدا با یک عشق و علاقه از اونجا آمده که اینجا درس بخونه، حافظ قرآن بشه. و هر لحظه و ساعت شما در پرونده شما نوشته میشه. هر کسی بیشتر زحمت بکشد اجر و ثواب زیادتر خواهد بود. من انشاءالله اون دیوان رو اینجا هم میفرستم در رابطه با خوندن قرآن. یک سرودی دارم اونجا، جانم فدای قرآن، یکی هم قرآن بخوان، قرآن بخوان. متأسفانه من حس ندارم. این قرآن گفتم که سند حقانیت نبوت پیامبر ماست، اینو برای شما توضیح بدم بدانید. وقتی که پیامبر خدا به مقام نبوت رسید ادعا کرد، این کلام خداست، خداوند برای من فرستاده و من پیامبرم. بعد همه میدونستن این به مکتب نرفته، به مدرسه نرفته، تحصیل نکرده، خوندن و نوشتن بلد نیست. این کتاب را آورده، این مقدار از قرآن را آورده، میگه طلب خداست. حرفای میزدن، میگفتن خودش درست کرده. قرآن آیه نازل شد در قرآن که خیلی خوب، اگه خودش درست کرده، خب شما که دست خونده اید، شما که شاخره اید، شما که فاضلید، دانشمندید، شما هم مثل اون بیاورید تا معلوم میشه که او که دست نخونده، معلوم میشه که او درست کرده. نتونستن، نشد. بعد خب اگر نمیتونید به اندازه این 10 سوره بیارید، بازم نتونستن. خب اگر نمیتونید 10 سوره، به اندازه 1 سوره، به اندازه 1 سوره، فقط به صورت مثلها. در سوره بقره خونده دیگه، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، مثل سوره قل هو الله، مثل سوره والعصر. وادعوا شهداءکم من دون الله، آنچه طرفداران دارید بیارید از غیر خدا، از اونها هم کمک بکنید، کمک بگیرید. خود نمیتونید. بعد میفرماید فإن لم تفعلوا، اگر شما از عهده این کار نتونستید برایید، و لن تفعلو، هرگز هم تا روز قیامت نمیتونید این کار را بکنید. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. ببینید این کتاب آسمانی رب العالمین که برای پیامبر خدا نازل شده همه جا پخش شده. اگر سوال بشود بیشترین کتابی که، بیشترین چاپی که کتاب ها در طول تاریخ داشتن و پخش شده و به زبانهای مختلف ترجمه شده، کدام به قرآن؟ هیچ کتابی در طول تاریخ به اندازه قرآن چاپ و ترجمه نشده. من 5-6 سال پیش در مکه مکرمه، مدینه منوره دیدم، تو کتاب نوشته بود، تو قرآن در کنارش نوشته بودم اونجا که این قرآن به 100 زبان خارجی ترجمه شده. کدام کتاب هست که به 100 زبان خارجی ترجمه شده باشه؟ این قرآن همه جا پخش شده. این همه دانشمندان عرب غیر مسلمان هستن، مخالف اسلام و مسلمین هم هستن، نتونستن تا حال به اندازه یک سوره مختصر
این قرآن عرضه بکنن بگن ما هم اینو ساختیم. این قرآن معجزه پیامبر ماست، سند حقانیت دین ماست. قدر این را باید بدان. اگر مؤمنین و مؤمنات به این قرآن عمل میکردن، حالا حتی به نصفش عمل میکردن، این وضعیت پیش نمی آمد. اگر مسلمانان مثل صدر اسلام در مسلمانی خودشون میموندن، تخلفات نمیکردن، به قرآن عمل میکردن، در این عصر و زمانه شاید مثلا تعداد کمی کافر وجود داشت. چون دین، دین اسلام، آنچه که قرآن می‌فرماید، آنچه که پیامبر خدا فرموده، همش برای تأمین سعادت بشر است. و عمل کردن به این قرآن اسباب سعادت میشه. چرا در صدر اسلام اون مردم عقب مانده، پراکنده، ضعیف و ناتوان که هر سر صدایی داشت، هر هست، هر حرهم نوایی دارای اون همه قدرت شدن به واسطه عمل کردن به این قرآن؟ دو امپراتور بزرگ جهان امروز، دو عمل قدرت و پادشاهی مصر، هر سه را به زانو در آوردن. به چه وسیله؟ به وسیله همین قرآن، به وسیله عمل کردن به این قرآن. حالا شما را خداوند توفیق داده در این مکان مبارک مشغول حفظ قرآن هستید، قدر این را بدانید و خود را مدیون به خدا بدانید که به شما توفیق داده آمده اید برای حفظ قرآن. خیلی ها هستن در سن و سال شما نماز بلد نیستن، درست حسابی نمیتونن سوره حمد و قل هو الله را بخونن. شما آمده اید کل قرآن را حفظ میکنید، این یک رحمته، نعمت بزرگیه. برای اساتیدتون، مربیانتون احترام قابل بشید که اسباب و توفیق میشه. شما انشاءالله حافظ قرآن شدید، هر کدامتون رفتید به منطقه خودتون، اونجا معلم قرآن میشید. از این طرف حفظ قرآن کردید، قرآن یاد گرفتید، از اون طرف که رفتید انشاءالله معلم قرآن و ربی قرآن میشید، میشید بهترین انسان. خیرکم من تعلم القرآن و علمه. الان تعلم میکنید، بعد میرید تعلیم بدهید، خب میشید خیر الناس. شد چه بهتر از این؟ یعنی چی؟ یعنی بهتر از رئیس جمهور، بهتر از رهبر، بهتر از پادشاه. خیرکم بهترین شما کسیست که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بده. شما یاد بگیرید و انشاءالله رفتید به دیگران یاد بدهید. اونایی که قرآن حفظ کردن، آمدن در منطقه خودشون، خودشون اونا کلاس های قرآنی برگزار میکنن، قرآن تعلیم میدهن. امیدوارم خداوند همچنان که به شما توفیق جمع شدن در کلاس حفظ قرآن داده است، به شما توفیق بدهد، تأییدتون بکند، کل قرآن را یا مقداری از قرآن را حفظ بکنید انشاءالله، با سلامتی، با افتخار وارد خانوادتون بشید و به قرآن هم عمل بکنید تا سعادت دنیا و آخرت نصیب شما بگردد. برای همه شما و مربیان شما و کسانی که شما را کمک و یاری میکنند، به همه شون سعادت دنیا و آخرت را نصیب بگردانند. خداوند بهشون خیر بده. کسی که قرآن رو فراموش کرد از گناهان کبیره نیست، اگرچه اختلاف روی بین علما، لیکن انشاءالله که مشکلی نیست. دوستان اجازه بدید من الان منتقل میشم برای چند دقیقه تا کلیپ ها رو بذارم. چند دقیقه منتقل میشه برنامه رو هوا،
رو پلی اوت، بعد کلیپ ها رو تنظیم میکنم، بعد دوباره کلیپ ها میاد انشاءالله. در این حالی که حرف میزنم اگه من چی شد